به نام خدا. سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من میر صادقی هستم، خوشحالم امروز در خدمتتونم. آقای دکتر صفدری مسئولیت داشتن، از بنده خواستن که امروز در خدمتتون باشم برای کلاس ریاضی یک. عرض به خدمتتون که اگه من درست تو خاطرم باشه که شما درستون تا کجا اومده، در حقیقت شما فکر کنم که فصل دو رو تموم کردین. در حقیقت یه بخش کوچیکی، یعنی ما امروز انشالله بحثمون راجع به فصل سه شروع میکنیم. فصل سه کتاب در حقیقت یه بخش کوچیکی اولش هستش راجع به در حقیقت تابع وارون صحبت میکنیم، یا حالا معکوس تابع، و بعدش هم راجع به در حقیقت چیز صحبت میکنیم، راجع به تابع نمایی. انشالله من درست تو ذهنم دیگه راجع به معکوس وارون تابع و مشتق تابع وارون هم گفتن دیگه. اوکی، پس یعنی این بخش اول فصل سه رو گفتن. های من یه ذره اینو شک کردم یه لحظه، ولی پس مشتق تابع وارون هم گفتن. خب بسیار، پس ما تا راجع به تابع نمایی صحبتمون رو شروع میکنیم. ببینید بچه ها، برای مبحث تابع نمایی و حالا لوگاریتمی، در حقیقت اگه ما خیلی دقیق و درست بخوایم بریم سراغ این موضوع، حق مطلب این بود که این موضوع رو به بعد از بحث انتگرال موکول میکردیم تا بتونیم با همه جزئیات رو در حقیقت راجبش صحبت کنیم. منتها کاری که ما میخوایم بکنیم، به خاطر اینکه خوبه برای استفاده اینو امکانو در دسترس داشته باشیم، ما بحث تابع نمایی رو به صورت یه ذره با حالا گپ‌های ریزی فعلا مطرحش میکنیم، و بعدش اون وقت انشالله چیز میکنیم، بعدن به صورت بعد از بخش انتگرال به صورت خیلی دقیق همه این گپ‌هایی که تو جزئیات هستش رو راجبش صحبت میکنیم. اما در مورد تابع نمایی، ببینید ما وقتی که n یه عدد طبیعی باشه، میدونیم x به توان n چیه. در حقیقت x به توان n عین میمونه که من بیام n بار x رو تو خودش ضرب بکنم، و در حقیقت یه نمادگذاری خلاصه است به نوعی، به جای اینکه من بیام n بار بنویسم که x رو دارم تو خودش ضرب میکنم. این توانی که به این صورت تعریف شده یک سری خاصیت هایی پیدا میکنه که به کمک بعضی از این خاصیت ها من میتونم این مفهوم رو گسترشش بدم. به چه صورت؟ ببینید در حقیقت اتفاقی که میفته اینه که من الان یه خاصیت خیلی ساده‌ای که دارم اینه که xn به علاوه 1 تقسیم بر xn، این میشه x. خب برای من اگه همین با همین در حقیقت فرمون بخوام ماجرا ادامه بدم، میتونم این تعریف توان رو به صفر اولا گسترش بدم. در حقیقت من الان میدونم x3 تقسیم بر x2 میشه x، x10 تقسیم بر x9 هم میشه x. اگه همین تعریف رو از همین ویژگی استفاده کنم، میتونم x1 تقسیم بر x به توان 0 هم در نظر بگیرم x، که این نتیجه این میشه که x به توان 0 خوب میشه که ما 1 تعریفش کنیم، و این قرارداد با سایر ویژگی هایی که راجع به توان داریم همخوانه. و اگر این حتی ویژگی رو ادامه بدیم و ازش استفاده کنیم، میتونم توان منفی رو تعریف کنم و x به توان منفی n رو برای n طبیعی به صورت 1 تقسیم بر x به توان n تعریف کنم. در حقیقت میتونید با این تعریف کنید که این معادل با اینه که اگه x به توان n و x به توان m رو با تو هم ضرب کنیم، توان ما میشه x به توان n به علاوه m. در حقیقت با اون ویژگی هم بخواید بررسی کنید، باز دوباره این ویژگی به دست میاد، چون x به توان n من های n باید بشه 1، یعنی هم x به توان 0، بنابراین x به توان منفی n باید 1 بشه 1 تقسیم بر x به توان n. عرض به خدمت شما که بچه ها میگن که آن اون که جذب بگیم تو ماشین حساب تهش یک میده، اون یه قصه یه ذره متفاوتیه. حالا اونو بعدا انشالله جایی صحبت میکنم، حالا بعدا صحبت میکنم، ولی خب یه ماجره کمی متفاوتیه. خب پس من در حقیقت x به توان منفی n هم میتونم تعریف کنم. پس من توان رو برای به ازای تمام اعداد صحیح میتونم تعریف کنم، و بعدن باز با استفاده از این ویژگی که x به توان آلفا ضرب در x به توان بتا میشه x به توان آلفا به علاوه بتا، میتونم با همین نگاه مفهوم توان رو به اعداد گویا هم گسترش بدم. در حقیقت فرض کنم که x به توان 1 انوم یه عددیه که وقتی به توان n میرسه،
یعنی x به توان یک انوم به توان n باید بشه x به توان یک انوم ضرب در n یا همون خود x. پس x به توان یک انوم باید عددی باشه که وقتی به توان n میرسونیم بشه x، که به صورت خلاصه اینو با ریشه انوم x نمایشش میدیم. و خب در حقیقت اینم خیلی خوب میدونید که به ازای n زوج و n فرد در حقیقت دامنه تعریف x به توان یک انوم و در حقیقت بردش متفاوته. در حقیقت اگر x به توان یک انوم برای n زوج بخوایم تعریف کنیم، حتما باید دامنه اعداد نامنفی باشن و بردمون هم اعداد نامنفی میشه. ولی اگه n فرد باشه، x به توان یک انوم یه تابعیه که از r به r تعریف میشه. مثلا من ریشه سوم x رو میتونم رو کل r تعریف کنم، ولی رادیکال x رو فقط روی اعداد نامنفی میتونم تعریف کنم. و خب در حقیقت هر عدد گویا رو من میتونم به صورت یه ام انوم بنویسم که ام یه عدد صحیحه، ان یه عدد طبیعیه. دقت کنید که عدد گویا ممکنه مثبت یا منفی باشه، من علامتش رو همیشه میذارم سمت صورت. و فرضاً بگم حالا اگه لازم شد ام و ان رو هم ساده میکنم، این تفاوتی ایجاد نمیکنه، ولی اگر که عامل مشترک داشته باشم میتونم ثابت کنم، ساده کنم. پس هر عدد گویا رو من میتونم به صورت یه ام انومی بنویسم که صورت یه عدد صحیحه، مخرج یه عدد طبیعی یعنی مثبته. و خب x به توان m انوم هیچی نیست جز همون x به توان یک انوم به توان m. و خب باز با همون ملاحظات اینکه اگه n زوج یا فرد باشه، دامنه من عدد مثبت یا عدد نامنفی یا کلار. این چیزیه که قبلا تو دبیرستان کمابیش باهاش آشنا شده بودید، یعنی در حقیقت توانهای صحیح رو میشناختیم، توانهای منفی رو میشناختیم، توانهای گویا رو هم میشناختیم. منتها یه سوالی که مطرح میشه اینه که دقت کنید که الان تا الان x به توان m بود، من از اینجا بعد میخوام راجع به a به توان x صحبت کنم، جای x از پایه اومد تو نما. یه دقیقه اینو با قبل قاطی نکنید. خب یه سوالی که خیلی طبیعیه که بپرسیم اینه که اگر من یه عدد گنگی داشته باشم چه شکلیه؟ آیا من میتونم a به توان x هم تعریف بکنم یا نه؟ این سوال در حقیقت جواب کاملا دقیقه شو بخواید خوبه که ما بذاریم بعد از انتگرال بگیم. کتابم در حقیقت یک اشاره به انتگرال کرده، منتها حس ما اینه که کتاب تصمیمشو نگرفته که کی میخواد این کار بکنه. دوست داره از خواص انتگرال زود استفاده کنه، ولی در حالی که انتگرال هنوز راجعش صحبت نکرده. به خاطر همین من راستش یه ذره از این روی کرده کتاب که یه جایی از انتگرال میخواد استفاده کنه سعی میکنم حد اکثر فرار رو بکنم. نتیجه این فرار کردن منم اینه که سه تا قضیه گذاره بدون اثبات میگم که ازتون میخوام که قبول کنید، و انشالله موقعی که راجع به انتگرال صحبت کردیم همه اینا رو به صورت دقیق تبیین میکنیم و راجبش صحبت میکنیم. گزاره اول چیه؟ گزاره اول اینه که ببینید، فرض کنید x یه عدد گنگ باشه. خب من میدونم اگه من یه عدد گنگی داشته باشم، هم از راست هم از چپ، میتونم با عدد گویا بهش نزدیک بشم. اوکی، پس من اگر که یه عدد گنگ داشته باشم، اعداد گویای به دلخواه نزدیک به اون دارم. و خب این و دقت کنید که اگر آ فرض کنید یه عدد مثبت باشه یا یه عدد نامنفی باشه، خب من برای عدد نامنفی آ به توان هر عدد گویایی رو تعریف کردم دیگه. در حقیقت این فرض نامنفی بودن رو گذاشتم که این در حقیقت ان زوج یه حالت خاص نشه. خب در حقیقت اگر من یه عدد نامنفی مثل آ داشته باشم، آ به توان ایکس رو به آ به توان آر رو به ازای هر آر گویایی میتونم تعریف کنم، مستقل از اینکه مخرجش زوج فرد هر چیزی. خب و حالا یه کاری که میتونم بکنم اینه که هی بیام آر رو به ایکس نزدیکتر و نزدیکتر بکنم، با عدد گویا هی به ایکس نزدیکتر بشم. و اگر که این حد وجود داشت، اینو به صورت آ به توان ایکس تعریف کنم. در حقیقت حد آ به توان آر رو وقتی که آر تو اعداد گویا به سمت ایکس میل میکنه رو من تعریف میکنم آ به توان ایکس. دقت کنید که این که اصلا چرا این حد وجود داره، این خودش نابدیهیه و من الان هیچ حرفی راجبش نمیزنم. ولی از من قبول کنید این حرف حرف راستیه، خیلی کلا سرتون نمیذارم، که اگر ایکس یه عدد گنگ باشه و من یک دنباله ای از اعداد گویا مثل آر بگیرم که بهش میل کنم، یعنی با اعداد گویا هی نزدیکتر و نزدیکتر به ایکس بشم، اون وقت آ به توان آر هی نزدیکتر نزدیکتر به یه مقداری میشه که من به اون مقدار میگم آ به توان ایکس.
به عنوان مثال فرض کنید من میخوام 2 به توان عدد پای رو تعریف کنم، 2 به توان 3 ممیز 4 15 92 اینا، این عدد پای همچین شکلی داره دیگه. خب فرض کنید من میخوام 2 به توان پای رو تعریف کنم. خب مثلا یه گزینه اینه که من بیام هی اعداد گویای نزدیکتر و نزدیکتر به این عدد بگم، مثلا یه عدد گویای نزدیک به این 3 و 14 خود عدد 3 است. خب خود 3 مثلا فاصلهش فقط به اندازه کمتر از 15 صدم فاصله داره دیگه با عدد پای. خب اگه من 3 رو در نظر بگیرم مثلا 2 به توان x رو حساب کنم مقدارش میشه 8. حالا اگه بیام یه عدد گویای یه مقدار نزدیکتر به پای در نظر بگیرم مثلا 3 و 1/10، اگه به جای 2 به توان 3 2 به توان 3 و 1/10 رو حساب کنم مثلا یه همچین عددی میشه 8 ممیز 57 40 80 حالا ادامه داره بستش، ولی خب من همین 6 رقم بعد از اعشار نوشتم. اگر باز خب دقت کنید که 3 و 1/10 باز هم به 3 و 14 صدم نزدیکتر شده دیگه، این فاصله اش حد اکثر به اندازه 5 صدمه، 3 به اندازه 15 صدم فاصله داشت، 3 و 1/10 به اندازه 5 صدم حد اکثر فاصله داره. اگه من بیام یه رقم دیگه اش هم اصلاح کنم یعنی 3 و 14 صدم در نظر بگیرم به یه عددی میرسم که کمتر از 2000 با عدد پای فاصله داره، چون این 3 ممیز 14 اون 3 ممیز 14 15 فلانه که دیگه تایید تاش اینه که اون 3 ممیز 14 15 میخواد بشه 3 ممیز 142 دیگه، یعنی فاصلهش با 3 ممیز 140 حد اکثر 2000 اومه. و خب اگه 2 به توان 3 ممیز 14 رو حساب کنیم میبینیم شد 8 ممیز 81 52. همین جوری اگه من بیام یه رقم بیشتر اضافه کنم به عدد گویام، هی فاصلم با اون عدد واقعی گنگی که دارم هی کمتر و کمتر میشه، اون عدد گنگ پای، اینم که در حقیقت تا 6 رقم اعشار خود پای نیست. خب و اگر من این کارو انجام بدم نگاه کنید از همین اولش رقم اول قبل از اعشار به صورت ثابتی 8. خب یه ذره جلوتر که میایم رقم دو اول بعد از اعشار هی شروع میکنه تغییر کردن، اول صفر بعد میشه 5، بعد از یه مدت دیگه 8 ثابت میمونه. خب رقم سوم بعد از اعشار نگاه کنیم ببین مثلا تا اینجا داره تغییر میکنه، ببخشید تا اینجا داره تغییر میکنه، از یه جایی به بعد مقدار ثابت 2 میمونه رقم سوم بعد از اعشار. اوکی و به نظر میرسه من واقعا اگه اعداد گویای نزدیک و نزدیکتر به اون عدد گنگ بگیرم، 2 به توان x هی نزدیکتر و نزدیکتر به اون عدد آ به توان یه عددی میشه که اسم اونو میذاریم 2 به توان پای. یکی از دوستان گفتن از تقریب تا به خطی نمیشه رفت، یه ذره این چالش داره. نه الان او با اون بحث به نظرم خوب قاطیش نکنید، در حقیقت میشه با یه چیزی مثلا نمیدونم چیزی اینا سعی کردیم مسئله رو حل کرد به قول معروف تا به تعلیم، ولی یه ذره چالش هایی داره فعلا بی خیال. فعلا همینطوری الان همتون حس دارید نسبت به این چیزی که میگم که اگر من قرار بود 2 به توان پای رو تعریف کنم، خب با این ایده که هی بیام اعداد گویای نزدیکتر و نزدیکتر به پای بگیرم، به نظر میرسه به یه عددی تو عدد حقیقی دارم میل میکنم که اون عدد حقیقی رو من به عنوان 2 به توان پای در نظر میگیرم. پس من آ به توان x رو به صورت لیمیت r به سمت x بره آ به توان r تعریف میکنم. این که این حد وجود داره و اینا این چیز نابدیهیه، اثباتش هم آسون نیست، ولی از من بپذیرید و همین جوریش هم میگم دیگه با این مثالی که دیدید حس بهتون میده که چی کار داریم میکنیم دیگه. در حقیقت ما تابع توان رسوندن واسه یه عدد زوج یه تابعیه که حسمون اینه که سعودیه دیگه. آ به توان x و آ به توان y رو بگیریم، اگه x کمتر از y باشه آ به توان x هم کمتر از آ به توان y کمتر، حتی اگه x کمتر باشه یعنی تابع اکیدن سعودیه، یعنی اگه x کمتر از y باشه آ به توان x هم اکیدن کمتر از آ به توان y. پس به نظر میرسه من این عدد گویا رو زیاد که میکنم آ به توان r ها زیاد میشه، از اون طرف اگه برای آرهای گویای بزرگتر از x کم کنم آ به توان r ها کم میشه و به نظر میرسه این وسط ها ما اینو میخوایم. این اثباتو که چرا این اتفاق میفته در حقیقت اینجوری نیست اثبات دقیقش، یعنی اینجوری کار سختیه، بعدن تو فصل انتگرال که میگیم ما بکنم که انتگرال و تابع ln و اینا اینو به صورت دقیق انشالله تعریف میکنیم. یعنی فعلا همینقدر از من بپذیرید که آ به توان x رو به عنوان حد آ به توان r ها میخواییم اعلام کنیم. خب اینجا هم سعی میکنیم در حقیقت ما رفتار تابع آ به توان x رو به عنوان تابعی از x نمایش بدیم. اگر که من آ به توان x رو بگیرم آ به توان x به عنوان تابعی از x
دقت کنید که من فرضم این بود که پایم یه عدد نامنفیه. در مورد نمام من هیچ فرضی نداشتم، کما اینکه من آب توانی عدد گویا رو به ازای تمام اعداد گویا مثبت منفی همه جوره تعریف کرده بودم. بنابراین با این تعریف من نمام میتونه هر عدد حقیقی باشه ولی پایم باید نامنفی باشه. خب و اگر نگاه بکنیم در حقیقت به عنوان آب توان x رو نگاه کنیم، به عنوان تابعی از x، برای آب زمانی که آب بزرگتر از یکه، آب توان x همچین قیافه‌ای پیدا میکنه، شبیه این سبزه، شبیه این قرمزه، شبیه این سرمه‌ایه. آب توان x همچین قیافه‌ای پیدا میکنه. در حقیقت برای آی بزرگتر از یک، وقتی x از سمت از صفر به سمت منفی بی‌نهایت، اولا آب توان صفر همواره یکه، حالا اینو میبینیم یه ذره جلوتر راجعش صحبت میکنیم، و از صفر که x رو کم میکنیم این آب توان x خیلی سریع میاد میخوابه نزدیک صفر، هیچ وقت صفر نمیشه ولی خیلی سریع به صفر میل میکنه، در حقیقت حدش تو منفی بی‌نهایت صفره و این اتفاق خیلی سریع میفته به ازای همه آی بزرگتر از یک. خب و از این طرف از اعداد مثبت که به سمت مثبت بی‌نهایت میریم خیلی سریع به بی‌نهایت میره. در حقیقت میشه نشون داد که سرعت به بی‌نهایت رفتنش از هر x به توان n سریع‌تره و سرعت به صفر رفتنش هم از هر یک تقسیم بر x به توان n با سریع‌تره. ولی این که در حقیقت این اثبات دقیقش چیه میگم انشالله توی بخش انتگرالی که گفتیم اینا رو اثباتای دقیقش رو براتون به امید خدا میاریم. خب این که چجوری میریم و میگم اثباتشو انشاءالله تو اون بخش میگیم. پس توی این قسمت های سمت راست به ازای آی بزرگتر از یک آب توان x خیلی سریع به بی نهایت میره، برای آی x کوچیکتر از صفر آب توان x خیلی سریع به سمت صفر میره، برای آی کوچیکتر از یک دقت کنید آ مثبته ها، آ میتونه مثبت باشه، مثبته، میتونه کوچیکتر از یک باشه، میتونه یک باشه، میتونه بزرگتر از یک باشه. برای بزرگتر از یک این قیافه ای بود که این تای سمت راست من نشونتون دادم، این در حقیقت آبیه و قرمزه و سبزه. و خب در حقیقت هرچی آ بزرگتر بشه این نموداره خیلی سریعتر به بی‌نهایت میره، یعنی این آ سرمه‌ای از همه آش بزرگتره، این سبزه از همه آش کوچیکتره. اما برای آی کوچیکتر از یک دقت کنید که آی کوچیکتر از یک یک آوم بزرگتر از یک میشه دیگه. برای آب توان x در حقیقت هست یک تقسیم بر یک آوم به توان x و برای رفتارش میشه معکوس رفتار در حقیقت آب توان x برای آی بزرگتر از یک. یعنی اتفاقی میفته وقتی که اگه آ کوچیکتر از یک باشه، x که به سمت منفی بی نهایت میره خیلی سریع به سمت مثبت بی نهایت میره آب توان x، و x که به سمت مثبت بی نهایت میره آب توان x خیلی سریع به سمت صفر میره وقتی که آ بین صفر و یک. خب نه ما راجع به پایه منفی صحبت نمی کنیم، تمام صحبتی که می کنیم راجع به چیزه، در مورد در حقیقت آب توان x به ازای آی مثبته، راجع به عدد منفی فعلا صحبتی ما نمی کنیم. حالا بعدا اگه به موقعی ممکنه آب توان x رو بر عدد منفی هم یه جوری تعریفش کنیم ولی فعلا چیز نیستش. و اینجا الان این سه تا نموداری که اینجا هستن در حقیقت باز دوباره هرچی به سمت راست میریم آ داره این دفعه کوچیکتر میشه که معادل با اینه که یک آم داره بزرگتر میشه، یعنی در حقیقت این آبی کم رنگه آ کوچکترین مقدار خودش رو داره، خیلی نزدیک صفر شده. برای این زرد آ بزرگترین مقدار خودش رو داره، یعنی خیلی نزدیک یک شده. اوکی، پس این در حقیقت نمودار آب توان x به ازای آ مختلف. اینجا من جهت رو نوشتم که وقتی آ زیاد میشه این راستاشه، این وقتی آ کم میشه تو این راستا داریم حرکت میکنیم. اوکی، اینم از این. و خب طبق همون اتفاقی که به صورت عادی واسه توابع یعنی نماهای طبیعی و گویا می افتاد، دوباره یک به توان x به ازای هر x کماکان یکه، x به توان صفر اگر خود x ناصف باشه طبق معمول هر عددی به توان صفر میشه یک، صفر هم به توان هر عددی برسه غیر از خود صفر باز دوباره میشه صفر، و صفر به توان صفر هم یک کمیت تعریف نشده است.
در حقیقت ما صفر به توان صفر رو مبهم میدونیم. دلیلش هم اینه که جورای مختلف تو پایه و نما به صفر میل کنیم، به جوابای مختلف ممکنه برسیم یا اصلا به جواب نرسیم. پس ما صفر به توان صفر رو تعریف نمی کنیم. ولی این ستای دیگه مثل همین نماهای عادی تابع نمای گویا در حقیقت رفتار میکنه. اوکی. و در حقیقت خیلی ساده میشه نشون داد، در حقیقت دقت کنید که ما مثلا آب توان ایکس رو به کمک، در حقیقت یه جورایی انگار به کمک مفهوم پیوستگی نسبت به نما تعریف کردیم تا الان، برای این خواصی که من توی اعداد گویا دارم اینجا هم دارم. یعنی آب توان صفر همونطور که گفتم یکه، اگه آب توان ایکس و علاوه وای رو در نظر بگم این میشه همون آب توان ایکس ضرب در آب توان وای. آب توان منفی x همون یک تقسیم بر آب توان x. اینا همه خاصیتایی که به صورت عادی شما برای توان میشناختید. آب توان x منهای i میشه آب توان x تقسیم بر آب توان y. و آب توان x رو اگه من کلش رو به توان y برسونم میشه آب توان x ضرب در y. و نهایتا هم توان نسبت به ضرب خاصیت پخشی داره، یعنی آب به توان x میشه آب توان x ضرب در b به توان x. پس در حقیقت اینا خاصیتایی که شما از توان رسوندن به صورت عادی بلد بودید در حقیقت توانای گویا، و عیناً این خواص در مورد اعداد حقیقی هم برقرار. خب تا اینجا من خیلی کار عجیب غریبی نکردم، در حقیقت توانی که گویایی که تعریف شده بود گفتم حالا با همون نزدیک کردن اعداد گویا به اعداد گنگ، بر اعداد گنگ هم میتونم اینو تعریف کنم. منتها حالا خب بریم به سراغ یه قسمت از کار که یه ذره پیچیده‌تر، یعنی تا اینجا تقریبا مثلا این خاصیت‌ها رو شما همه رو تو دبیرستان دیده بودید دیگه، خیلی نکته خاصی نداره. خب اما در حقیقت ببینید بچه‌ها، ما اگر که توی این رابطه‌ای که اینجا داشتیم نگاه کنین، مثلا برای یه آی فیکس در نظر بگیرید، مثلا این قرمزه، همینطور که گفتم این آب توان x یه تابع اکیدن صعودیه، خب برای آ بزرگتر از یک، و اکیدن نزولیه برای آ کوچیکتر از یک. آ کوچیکتر از یک یه همچین چیزی میشه که اکیدن نزولیه، آ بزرگتر از یک هم یه همچین چیزی میشه که اکیدن صعودیه. خب بنابراین اتفاقی که میفته اینه که من، و خب گفتم که حد مثبت بی نهایتش هم میشه مثبت بی نهایت، حد منفی بی نهایتش میشه صفر. خب بنابراین چون اکیدن صعودیه یا اکیدن نزولیه، من با یه تابع در حقیقت یک به یک سر و کار دارم، و با توجه به اینکه حدش تو مثبت بی نهایت و منفی به نهایت میشه مثبت بی نهایت و صفر، در حقیقت آب توان x یک تابعی میشه که از r به r مثبت یک به یک و پوشا میشه. اوکی. چون اکیدن صعودیه یک به یکه، چون حدش تو مثبت منفی بی نهایت مثبت بی نهایت و صفره، در حقیقت چیز میشه میشه پوشا میشه. اوکی. حالا پس من با یه تابع یک به یک پوشا از آر به آر مثبت سر و کار دارم، و خب هر وقت تابع یک به یک پوشا دارم میتونم وارون این تابع رو تعریف کنم. در حقیقت اگه من f x رو به عنوان تابع آب توان x در نظر بگم، یه تابع از r به r مثبت که یک به یک و پوشا است، همین الان گفتیم، خب من میتونم وارون این تابع رو تعریف کنم. به وارون این تابع که با f منفی 1 x هم نمایشش میدیم، اینو اگه f x تعریف کنیم میشه f منفی 1 x، به وارون این تابع میگم لوگاریتم x در پایه a. اوکی. با این نماد log پایینش a و جلوش x چیز میگم، در حقیقت من دارم از x لوگاریتم میگیرم در پایه‌ای که این پایین نوشتم. این وارون تابع a به توان x. و خب به خاطر خواص تابع نمایی که یک به یک پوشا از r به r مثبت بود، لوگاریتم x در پایه a یه تابع یک به یک و پوشا از r مثبت به r میشه، یعنی جای دامنه و بردش عوض میشه. در حقیقت این که y بشه لوگاریتم x در پایه a معادل با اینه که در حقیقت x a به توان y بوده دیگه، در حقیقت f y باید مساوی x میشده، یا این معادلن x باید مساوی a به توان y بشه. خب پس در حقیقت این که y میشه لوگاریتم x در پایه a معادل با اینه که x مساوی a به توان y، و
و خب اینو ما بعضا این معادل بودن رو اینجوری تعبیرش میکنیم که میگیم از دو طرف رو به آ رو به توان دو طرف میرسونیم، سمت چپ میشه آ به توان وای، سمت راست میشه آ به توان لوگاریتم ایکس در پای آ که میشه خب خود ایکس. اوکی، پس لوگاریتم خیلی چیز عجیب غریبی نیست، یه تابعیه که معکوس تابع توان رسوندنه و ما میدونستیم که معکوس یه تابع رو شما بخواین حساب کنید، این نمودارش رو بخواین نگاه کنید، کافیه که نمودار تابع اصلی رو نسبت به نیمساز ربع اول و سوم قرینه کنید. خب و این کاریه که ما اینجا کردیم، در حقیقت به ازای آی کوچیکتر از یک این سه تا، یعنی در حقیقت آبی کمرنگ و زرد و حالا اون بنفشه یا صورتی، ما آقایون کلن مشکل اسم رنگار داریم، نمیدونم چه رنگی بهش میگید اگه دوست دارید صورتی، این به ازای در حقیقت این ستایی که اینجوری از بالا شروع میشه به ازای آی کوچیکتر از یکه که در حقیقت اینا قرینه آب توان ایکس نسبت به نیمساز ربع اول و سوم نمودارشون، در حقیقت تابع لوگاریتم در پای آ رو که در نظر میگیرید وقتی که چیزه ایکس به سمت صفر میره خیلی کند به سمت منفی بی نهایت، به سمت مثبت بی نهایت میره به ازای آی کوچیکتر از یک، و وقتی که ایکس به سمت مثبت بی نهایت میره خیلی کند به سمت مثبت به سمت منفی بی نهایت میره. اوکی، و برعکس به ازای آی بزرگتر از یک لوگاریتم ایکس در پایه آ وقتی که ایکس به سمت مثبت بی نهایت میره خیلی کند به سمت مثبت بی نهایت میره، و وقتی که ایکس به سمت صفر میره خیلی کند به سمت منفی بی نهایت میره. اوکی، پس من در حقیقت این شکلی که اینجا دارم در حقیقت یه جور قرینه همون شکل قبلیم نسبت به نیمساز ربع اول و سوم. امیدوارم رنگاشو قاطی نکرده باشم، ببینم قاطی کردم یا نکردم، قیمه ها رو نریختم تو ماستا، چرا یه ذره قیمه ها رو ریختم تو ماستا، خیلی نه ولی یه ذره ریختم، یعنی دقیقا قرینه قبلی نیستش، یعنی رنگاش نیست و اینه شکلش دقیقا هستش. خانم قلی نسب سوال خوبی پرسیدن، گفتن چرا تو تابع نمایی تند بود اینجا کند بود؟ دقیقا به همین دلیل. به عنوان مثال اینو نگاه کنید، فرض کنید که من اینجا نیمساز ربع اول و سوم بکشم، خب تابع آب توان ایکس وقتی میگم خیلی سریع به سمت بی نهایت میره یعنی خیلی سریع تر از این نیمساز ربع اول و سوم داره به بی نهایت میره، خود نیمساز ربع اول و سوم به عنوان یه تابع نگاش کنیم داره به بی نهایت میره، ولی آب توان ایکس خیلی سریع تر میره دیگه. حالا وقتی خیلی سریع تر میره یعنی چی؟ یعنی فاصله عمودیش با این خطه هی داره بیشتر و بیشتر میشه، حتی بیشتر از فاصلش، نسبتشون هم حتی داره هی خیلی به سمت بی نهایت میره. خب ولی همین این اگه مثلا این فاصله شو نگاه کنیم که این هی داره بزرگ و بزرگتر میشه، وقتی قرینش میکنیم نسبت به نیمساز یه چیزی میشه که خب خیلی سریع کنتر از نیمساز به سمت بی نهایت میره دیگه، دقیقا همون چیزی که اونجا باعث میشد این سریع به بی نهایت بره اینجا باعث میشه کند به بی نهایت بره دیگه. این چیزی که من دارم میگم یه ذره ایراد داره ولی شهود خوبیه. اوکی، پس این هم از در حقیقت تعریف لوگاریتم، و این هم مثلا چند نمودار چند تا تابع لوگاریتمی دوباره به ازای آ بزرگتر از یک، هرچی آ بزرگتر باشه این تابع لوگاریتمی سریعتر ببخشید، هرچی آ بزرگتر باشه این تابع لوگاریتمی دیرتر به سمت بی نهایت میره. خب یعنی در حقیقت این پایین ترین این آبی پررنگه در حقیقت چیزه، بزرگترین آه، این سبز کوچکترین آه. اوکی، ببینید چون لوگاریتم در پایه 100 و لوگاریتم در پایه 10 رو حساب کنید، 100 به توان عدد خیلی کوچکتری باید برسه تا همون مقداری رو بده که 10 باید به توانش برسه، در حقیقت نصف اون عدد کار میکنه دیگه، یعنی 10 به توان x مساویه با 100 به توان x دومه دیگه. خب بنابراین لوگاریتم در پایه 100 خیلی کوچکتر از لوگاریتم در پایه 10ه. اوکی، حداقل به ازای ایکس های بزرگتر از یک. خب
و اما در حقیقت در مورد خواص لوگاریتم ها ما عیناً همه خواصی که برای در حقیقت چیزا تعریف کردیم، برای تابع نمایی تعریف کردیم، عین اونا برای لوگاریتم ها برقراره. یعنی چی؟ یعنی فرض کنید که من یه آبه نامساوی یک بگیرم و یک سوای بزرگتر از صفر. خب اولا که خب آب توان صفر یکه، این تو خواص نما دیده بودیم، بنابراین لوگاریتم یک در پایه هر آیی میشه صفر. اوکی، این به خاطر وارون تابع واضحه دیگه. وقتی که تابع نمایی صفر رو به یک میبره، لوگاریتمش یک رو باید به صفر ببره. این خیلی واضحه. از اون طرف من میدونستم که در حقیقت آب توان x به علاوه y میشه آب توان x ضرب در آب توان y. معادلش اینجا این میشه که لوگاریتم x y در پایه a میشه لوگاریتم x در پایه a به علاوه لوگاریتم y در پایه a. در حقیقت دقت کنید که من x y رو میتونم بنویسم آب توان لوگاریتم x در پایه a ضرب در آب توان لوگاریتم y در پایه a. درسته؟ چون این قسمت اولش میشه خود x، قسمت دوم که میشه y. خب و حالا چون اینا پایه‌شون مشترکه، من میتونم توانشون رو با هم جمع کنم. میدونم میتونم آب توان لوگاریتم x در پایه a به علاوه لوگاریتم y در پایه a. بنابراین اون چیزی که آب توانش برسه میشه xy، میشه لوگاریتم x در پایه a به علاوه لوگاریتم y در پایه a که سمت راسته، و از طرف اون چیزی که آب توانش میرسه میشه xy، خب باید خود لوگاریتم xy در پایه a باشه دیگه. اوکی، پس در حقیقت در میاد که لوگاریتم x y در پایه a مساوی با لوگاریتم x در پایه a علاوه لوگاریتم y در پایه a. در حقیقت میگم این دقیقاً به خاطر این خاصیته که تابع نمایی ضرب رو به جمع تبدیل میکنه. اوکی، یعنی بخش جمع رو به ضرب در حقیقت تبدیل میکنه، یعنی اینو بگیریم مساوی با این میشه. اوکی، و خب باز مشابه چیز، خب من دیده بودم که آب توان منفی x میشه 1 تقسیم بر آب توان x، بنابراین لوگاریتم 1 x در پایه a میشه منفی لوگاریتم x در پایه a. خب یعنی آب توان هر چیزی رسید شد x، به توان منفی همون چیز برسه، خب میشه 1 x دیگه، میشه عین همون که x رو توان منفی 1 رسوندیم. خب یا معادلا بر تقسیم لوگاریتم x y میشه لوگاریتم x منهای لوگاریتم y. اوکی، اینا دقیقاً از چیز در میادش. لوگ معنیش چیه؟ لوگ همین نمادگذاری ماست برای لوگاریتم در پایه a، نمادگذاری ماست برای وارون تابع آب توان x. منظورتون این که معنی لغویش چیه؟ از دوستان که پرسیدن لوگ، آها نمیدونم دقیقا، ببخشید، خیلی خیلی جوابم بد بود که نمیدونم، ولی خب نمیدونم، یعنی باید میدونستم، بعدی که نمیدونم. تنه درخت یکی از دوستان میگن، نه یکی دیگه از دوستان، یکی دوستان میگن. خب عرض به خدمت شما که باز به خاطر خاصیت توان که x به توان y به توان z میشه x به توان y z، در حقیقت لوگاریتم x y در پایه a میشه y برابر لوگاریتم x در پایه a. در حقیقت برای اینکه اینو ثابت کنم، کافیه که ثابت کنم a به توان y برابر لوگاریتم x در پایه a میشه خود x به توان y دیگه. اوکی، در حقیقت اگر من a رو به توان y برابر لوگاریتم x در پایه a برسونم، میتونم اول a رو به توان لوگاریتم x در پایه a برسونم، بعد اینو به توان y برسونم. خب a به توان لوگاریتم x در پایه a که میشه خود x، پس این میشه x به توان y. و در حقیقت یه رابطه ای که خیلی رابطه پرکاربردیه، یکی از دوستان میگه الان وای رو صفر بگیریم، هیچی دیگه، الان وای صفر بگیریم سمت راست میشه صفر، سمت چپ میشه چی؟ میشه لوگاریتم در پایه آی ایکس به توان صفر. خب ایکس به توان صفر که همیشه یکه، لوگاریتم یک هم که در هر پایه صفر، یعنی صفر برای صفر هم درسته دیگه، مشکل پیش نمیاد. یکی از ویژگی‌هایی که خیلی به محاسبه لوگاریتم‌ها کمک می‌کنه این ویژگیه که در حقیقت لوگاریتم x در پایه a رو من می‌تونم بنویسم لوگاریتم x در پایه b تقسیم بر لوگاریتم a در پایه b. دقت کنید که الان سمت راست هر دوتا لوگاریتم در پایه b، اگر من لوگاریتم در یه پایه راحت بتونم حساب کنم، خب اون وقت به کمک اون می‌تونم لوگاریتم
x در... یعنی لوگاریتم در یه پایه دیگر رو بر هر دو تا عددی راحت حساب کنم. مثلا میگم ببینید، ما میدونیم 8 تو پایه 2 لوگاریتمش میشه 3، 16 تو پایه 2 لوگاریتمش میشه 4. خب اینو میدونیم. در حقیقت اگه b رو بذاریم 2 و x رو بذاریم 16، a رو بذاریم 8، در حقیقت میشه لوگاریتم 16 در پایه 8 میشه لوگاریتم 16 در پایه 2 تقسیم بر لوگاریتم 8 در پایه 2. خب لوگاریتم 16 در پایه 2 میشه 4، لوگاریتم 8 در پایه 2 هم میشه 3، برای من میشه 4/3. حتی اینو میتونیم راحت حساب کنیم، ما این خیلی آسونه ها، یعنی همینجوریش هم میتونیم حساب کنیم که 8 به تمام 4/3 میشه 16. ولی خب این ویژگی برقراره و وقتی من، یعنی کافیه تو یه پایه بتونم لوگاریتمو خوب حساب کنم دیگه، بقیه پایه ها به کمک اون با یه ضرب در ثابت برقرار راحت میشه حسابش کرد. باز اثبات اینم خیلی آسونه، یعنی کافیه من دو طرف رو تو لوگاریتم آ در پایه بی ضرب کنم، یعنی کافیه ثابت کنم که لوگاریتم آ در پایه بی ضرب در لوگاریتم ایکس در پایه آ مساویه با لوگاریتم ایکس در پایه بی. برای اینکه اینم چک کنم کافیه بی رو به توان هر دو طرف برسونم. اگه بی رو به توان طرف سمت راست برسونم که میشه ایکس، به توان سمت چپ برسونم بی به توان لوگاریتم آ در پایه بی ضرب در لوگاریتم ایکس در پایه آ، این قسمت اولش که میشه بی به توان لوگاریتم آ در پایه بی میشه خود آ، پس میشه آ به توان لوگاریتم ایکس در پایه آ. خب آ به توان لوگاریتم ایکس در پایه آ هم که میشه خود ایکس و این نتیجه که میخواستیم در حقیقت به دست میاد. خب این ویژگی یه چیزیه که هم خیلی امکان محاسباتی به ما میده، خب یعنی به لحاظ محاسباتی خیلی برامون جذابه، همین که وقتی کنار این ویژگی میذاریمش در حقیقت گزاره دو که میگفت لوگاریتم یه تابعیه که ضرب رو به جمع تبدیل میکنه، در حقیقت لوگاریتم یه تابع پیوسته ایه که این کار میکنه، به یه قضیه میرسیم که من این دومین چیزیه که بدون اثبات دارم خدمتتون عرض میکنم امروز، و اون اینه که اگر من یه تابع پیوسته داشته باشم تعریف شده دامنش آر مثبت باشه بالا با برد آر، خب ولی دامنش مهمه که رو همه اعداد نامنفی تعریف شده باشه، در حقیقت آر بزرگتر مساوی صفر، و این تابع این ویژگی رو داشته باشه که ضرب رو به جمع تبدیل میکنه، یعنی اگه جی ایکس و وای بگیریم، ایکس ضرب در وای بگیریم بشه جی ایکس به علاوه جی وای. خب فرض کنید پس من یه تابع پیوسته دارم که ضرب رو به جمع تبدیل میکنه، به علاوه این تابع پیوسته است، یعنی نکته پیوسته بودنش مهمه، اگر یه تابع پیوسته ای داشته باشیم که ضرب رو به جمع تبدیل کنه حتما لوگاریتم در یه پایه ایه. نمیدونیم چه پایه ای، ممکنه باشه اون پایه 7.843426 نه، حالا بسته به اون جی که داریم، ولی حتما یه عدد حقیقی وجود داره که این تابع جی که داریم لوگاریتم در اون پایه است. به بیان دیگه تنها توابع پیوسته ای که ضرب رو به جمع تبدیل میکنن لوگاریتمان. اینو یه تمرین خیلی خوبه که در حقیقت توصیه میکنم سعی کنید ثابت کنید و خواهید دید که این پیوستگی فاکتور مهمی میشه، ولی میتونید اینو دقیق ثابت کنید، خیلی تمرین خوب و جالبیه. خب مثال بزنم، خب هر مثالی بخوام بزنم باید لوگاریتم بزنم دیگه، مثلا لوگاریتم x در پایه 8، خب یه تابعی که ضرب رو به جمع تبدیل میکنه پس لوگاریتم x در پایه یه عددی که خب میدونیم 8ه، یعنی خب در حقیقت حرفی که من زدم الان نتیجهش اینه که مثال عجیب غریبی نمیتونم براتون بذارم دیگه، هر مثالی بزنم خودش لوگاریتمه. اوکی نمیدونم پس سوالتون چیه، میخواین سوالتون رو بپرسی چفایی اگه خوب نمیتونی بیان کنی یا من خوب نمیفهمم. آها اوکی بسیار عالی. پس این یه قضیه ایه که باز از من قبول کنید درسته، ولی میگم چیز سختی نیست، این برعکس اون قبلیه، میتونید راحت خودتون ثابتش کنید، خیلی هم تمرین خوبیه، حتما بهتون توصیه میکنم که سعی کنید که این قضیه رو خودتون ثابتش کنید. خب در حقیقت من با استفاده از این قضیه میخوام یک گام نهایی بردارم که این گام یه ذره پیچیده است، یه ذره ممکنه خوب باش ارتباط برقرار نکنید، ولی دل بدید انشالله متوجه میشید.
فرض کنید من میخوام بررسی کنم که آیا تابع نمایی مشتق پذیر هست یا نه، یعنی آب توان x به عنوان تابعی از x، تابعی از نما نه تابعی از پایه، به عنوان تابعی از نما آیا مشتق پذیر هست یا نه. خب در حقیقت اگه این سوالو من برای مشتق در نقطه صفر بخوام بیان کنم، یعنی بخوام مشتق آب توان x در نقطه x مساوی صفر رو نگاه کنم، باید چی کار کنم؟ باید بیام حد آب توان صفر به علاوه h منهای آب توان صفر تقسیم بر h رو نگاه کنم دیگه، ببینم این حد وجود داره یا نه. خب فرض کنید این باز یه ذره اثباتش کار داره، ولی فرض کنید این حد وجود داره، فرض کنید حد h به سمت صفر بره آب توان صفر به علاوه h منهای آب توان صفر تقسیم بر h وجود داره. خب در حقیقت این میشه حد آب توان h منهای 1 تقسیم بر h دیگه، چون آب توان صفر که همیشه میشه صفر. دقت کن که آ یه عددی من گرفتم، h یه چیزیه که تو این حده داره تقسیم کنه، یعنی h یه چیزیه که حالا اگه عدد مثبت ای دارم کوچیک‌تر کوچیک‌ترش کنم، عدد منفی ای دارم بزرگتر بزرگترش کنم تا هی نزدیک‌تر نزدیک‌تر به صفر بشه، و این حد رو میخوام حساب کنم. فرض کنید این حد وجود داره. دقت کنید که اگه این حد وجود داشته باشه، من آ رو یه بار بذارم 2 به یه نتیجه میرسم، یه بار بذارم 4 احتمالاً به یه نتیجه دیگه میرسم دیگه. دقت کنید که 4 به توان h، حالا مثلا به اگه فرض کنیم h مثبته، از 2 به توان h بزرگتره. اوکی، پس انتظار میره که احتمالاً این حد، اگه من به جای آ 2 بذارم یه بار به جای 4، حد من تو نقطه 2، یعنی اگه آ رو گذاشته باشم 2، کمتر از حد من باشه وقتی که آ رو میذارم 4. خب بنابراین این در حقیقت این حد اگر وجود داشته باشه به آ وابسته است مقدارش. اوکی، میگم چون آ رو بذارم 2 یه مقدار میده، 4 بذارم یه مقدار میده، 10 بذارم یه مقدار دیگه میده. خب فرض کن پس چون به آ وابسته است، این مقدار این حد که به آ وابسته است و من با جی آ نمایشش میدم، پس من یه فرضی کردم که به ازای هر آی نامنفی نامساوی 1، چون اگه آ 1 باشه که بیمزه است دیگه، چون صورت میشه 0، کلا میشه 0، بدیهیه همه چی. خب برای آی بزرگتر از صفر نامساوی 1 فرض کنید که این حد وجود داره، و چون این حد مقدارش باید وابسته به آ باشه، اسمش رو میذارم جی آ. اوکی، و در حقیقت خب دیدیم اگر که اینطور باشه، در حقیقت جی آ معنیش اینه که مشتق آب توان x در نقطه x مساوی 0 میشه. منتها ماجرا وقتی که این فرض رو میکنیم خیلی جذاب پیش میره. چرا؟ اتفاقی که میفته اینه که بیاید مشتق سعی کنیم آب توان x رو بذاریم یه x کلی حساب کنیم. خب من بخوام از آب توان x در یه x کلی مشتق بگیرم، باید چیکار کنم؟ باید بنویسم حد h به سمت صفر بره آب توان x به علاوه h منهای آب توان x تقسیم بر h. این تعریف آب حد مشتق آب توان x در نقطه x دیگه. خب تعریف مشتق رو دقیقا نوشتم. خب اگه دقت کنید به خاطر خاصیت های تابع نمایی، من میتونم از آب توان x فاکتور بگیرم، از صورت در یا از یا آب توان x فاکتور بگیرم، میشه آب توان x زد در آب توان h منهای 1. صورت من میشه آب توان x زد در آب توان h منهای 1 که میشه آب توان x به علاوه h زد منهای آب توان x. خب پس در حقیقت من میتونم از یه آب توان x توی صورت فاکتور بگیرم، و خب مخرجم که خود h رو نگه داشتم. دقت کنید که این حد h به سمت صفر بره است، بنابراین آب توان x از نگاه این حد یه عدد ثابته، من میتونم بیارمش بیرون حد، بنابراین میشه آب توان x در حد h به سمت صفر بره آب توان h منهای 1 تقسیمش. خب این حد هم که همون g a بود، پس خیلی جذاب شد. مشتق آب توان x در یه نقطه x دلخواه میشه همین g a که اینجا تعریف کردیم ضرب در خود آب توان x، یعنی انگار خود آب توان x ثابت میمونه، فقط یه جی آ توش ضرب میشه وقتی یه مشتق میگیریم. خب که این مقدار جی آ هم نمیدونیم چی. خب سعی داریم که پیداش کنیم که یه شواهدی به دست بیاریم ببینیم این جی آ چی هستش. و برای اینکه این کارو بکنیم، یه پله بیشتر بریم که بفهمیم این تابع جی احتمالاً چه شکلیه. چرا میتونیم بگیم الان همین رو میخواییم بگیم، برای اینکه بفهمیم جی چه شکلیه، بیایم جی رو در نقطه آبی حساب کنیم. خب جی در نقطه آبی چی میشه؟ جی در نقطه آبی میشه حد h به سمت صفر بره آبی به توان h منهای 1 تقسیم بر h.
اوکی. خب آبی به توان اچ رو من میتونم باز کنم، بنویسم آ اچ بی آ به توان ایستاده بی به توان اچ، منهای یکیش هم که سرجاش نگه داشته. حالا میتونم بین این دوتا یه آ به توان اچ کم و زیاد کنم، بنویسم منهای آ به توان اچ به علاوه آ به توان اچ. این که تاثیر نداره چون تو هم ساده میشه، صورت میشه همینی که اینجا داشتیم دیگه. مخرجم که خودشو نگه میدارم. اوکی. اگر من این سه جمله اول رو با هم نگاه کنم، میتونم از یه آب توان H فاکتور بگیرم. من از آب توان H تو این سه جمله اول، یعنی این دوتا جمله اول صورت با مخرج، از یه آب توان H فاکتور بگیرم، میشه آب توان H سب در بی به توان H منهای یک تقسیم بر H. خب پس این دوتا در حقیقت با هم برابره. اوکی. اون دوتا جمله بعدی رو با مخرج میگیرم که خب میشه آب توان H منهای یک تقسیم بر H، اونم که عیناً اینجا نوشتمش. خب دقت کنید، الان من حد H به سمت صفر بره اینو میخوام حساب کنم. B به توان H منهای یک تقسیم بر H، وقتی H به سمت صفر میل کنه به G B میل میکنه. A به توان H منهای یک تقسیم بر H هم که به G A میل میکنه طبق تعریف. خود آب توان H هم وقتی H به سمت صفر میل کنه به سمت یک میل میکنه دیگه. پس طبق قواعد ضرب و جمع حد این به سمت یک ضرب در G B به علاوه G A میل میکنه، که خب این میشه خود G A به علاوه G B. پس G A B شد G A به علاوه G B. اوکی. و دقت کنید که این تابع جی در حقیقت خیلی واضحه که اکیدن، این واضحه که صعودیه یا نزولی دیگه، در حقیقت صعودیه دیگه. در حقیقت من اگه آ رو کوچیک کنم این جی کوچیکتر میشه دیگه، یعنی خیلی بدیهیه که یعنی برای آ مثبت وقتی آ رو کوچیکتر کنم این جی هم کوچیکتر میشه. اوکی. پس در حقیقت واضحه که این یه تابع یک نوام هستش. خب بنابراین ما الان چیکار کردیم؟ ما ثابت کردیم که جی در خاصیت تبدیل ضرب به جمع صدق میکنه و یک نوام هستش. پس جی باید لوگاریتم در یه پای باشه. در حقیقت این قضیه که اینجا گفتیم که جی اگر این جمع به ضرب باشه یا پیوسته باشه حتما لوگاریتم در یه پایه یه. این پیوستگی لزومی نداره فقط پیوستگی باشه، اگه یک نوایی هم باشه درسته، پیوستگی هم باشه درسته، خیلی خاصیت ها میتونه جای پیوستگی بذاریم و نتیجش این باشه که این حتما لوگاریت در یه پاییه از جمله یک نواییه. یعنی اگه یه تابع داشته باشیم که ضرب رو به جمع تبدیل کنه و صعودی باشه یا نزولی، اون وقت حتما لوگاریت توی پاییه. خب پس به فرض این قضیه که میگم این خیلی راحت میتونی اینو ثابت کنی، اینو سعی کنی ثابت کنی، میگم خیلی تمرین خوبیه، خودتون سعی کنید با این با فرض یک نوایی یا حالا پیوستگی هر کم که دوست داشتین ثابت کنید میشه حتما لوگاریتم در یه پاییه. خب با این فرض پس ما الان به یه ببخشید به این نتیجه رسیدیم که با یه جی هم همین ویژگی رو داره، ضرب رو به جمع تبدیل میکنه و از طرفی جی هم یک نواست، پیوستگی جی را میتونید ثابت کنید، اونم کاری نداره. خب پس طبق این قضیه در حقیقت تابع جی باید حتما لوگاریتم در یه پاییه‌ای باشه. یکی از دوستان پرسیدن چطوری ثابت کردین یک نواست نسبت به آ؟ خیلی واضحه دیگه. ببین آ به توان اچ از بی به توان اگه آ کوچیک‌تر از بی باشه و اچ مثبت باشه، آ به توان اچ از بی به توان اچ کمتره دیگه. درسته؟ دوستی که پرسیدن چه جوری ساده که یک نواست و خب برام حدش هم کمتر از اونه، خیلی ساده به دست میاد. خب پس این حتما لوگاریتم در یه پایه یه عددیه، نمیدونیم چه عددی. اون عددی که نمیدونیم این لوگاریتم در پایه اونه رو اسمشو میذاریم ای. در حقیقت یه عدد هم بیشتر نمیتونه باشه، دو تا عدد نمیتونه لوگاریتم تو دو تا پایه مختلف باشه، به خاطر اینکه خود لوگاریتم تو پایه‌های مختلف نسبت به پایه هم باز رفتار یک نوایی داره تو مثبت منفی ها، برای من نمیتونه لوگاریتم تو دو تا پایه مختلف باشه. اوکی. پس نتیجه ماجرا این که این حتما باید لوگاریتم در پایه یه عددی باشه و اون عدد یکتایی که این تابع جی ما میشه لوگاریتم در اون پایه رو اسمشو میذاریم ای، بهش میگیم عدد ای یا عدد نپر. پس در حقیقت نها کنیم ما چیکار کردیم؟ ما فرض کردیم حد آب توان H منهای یک تقسیم بر H وجود داره.
دو تا چیز مختلف ثابت کردیم. یکی این که ثابت کردیم وقتی این وجود داره اون وقت دیگه تابع آب توان ایکس همه جا مشتق پذیره و مشتقش هم حساب کردیم، ربط داره به این حده. نکته دیگه ای که ثابت کردیم اینه که این حده نسبت به ضرب و تبدیل به جمع میکنه و به کمک این ثابت کردیم این حتما حد، این مقدار این حده حتما لوگاریتم در یه پایه ایه. اسم اون پایه رو گذاشتیم ای. بعدنا نشون میدیم که ای در حقیقت یه همچین عددیه، 2.71 همچین چیزی ادامه شه. خب در حقیقت اینو بعدن نشون میدیم و به لوگاریتم دو این پایه به طور خاص با LN نمایشش میدیم یا بهش میگیم لوگاریتم طبیعی، یا لوگاریتم در پایه ای نمایش میدیم یا LN نمایش میدیم و بهش هم میگیم لوگاریتم طبیعی. در حقیقت LN X هم لوگاریتم X در پایه ایه. در حقیقت LN X حد X به توان H منهای یک تقسیم بر H. اوکی. وقتی که H به سمت صفر میره. بعد میگن که اگه پایه F بیشتر از E باشه پایه مشتقش بیشتر از پایه خودش میشه و برعکس پایه مشتقش. نمیفهم منظورتون چی از پایه مشتقش. میخوایید دست ببرید بالا سوالتون رو شفاهی بگید؟ یکی از دوستان گفتن چرا باید ای باشه. دقت کن که اسم ما فهمیدیم لوگاریتم توی یه پایه ایه و اسم اون پایه‌ای که میشه لوگاریتم اون پایه است اسمشو گذاشتیم ای. خب و حالا این ایه نمیدونیم چه عددی، حالا بعدن میفهمیم که این عدد مقدار عددیش یه همچین چیزیه. اوکی. حالا که دوستان اگه سوالش باقی مون میتونه شفاهی این دستش رو بالا بپرسه. خب اما این الان خب خیلی دیگه از دوستان البته دست بالا برد ولی خب بفرمایید. سلام استاد. سلام. قسمتی که گفتید اونجا میتونیم ای قرار بدیم عدد فرو. آهان نه این فعلا من تعریف کردم، یعنی ای رو در حقیقت اینو فهمیدم لوگاریتم در یه پایه یه اسم اون پایه رو گذاشتم ای. نمیتونه مثلا به جای ای هر عددی دیگه مثلا دو نه یا سه. نه نه این لوگاریتم اصلا در یه پایه مشخص و این جی آ از یه حدی حساب به دست اومده بود دیگه، برای من یه عدد بیشتر که نیستش جی آ. نه من نمیتونم هر عدد نمیتونم مثلا بگم حالا میذارمش لوگاریتم در پایه دو، یه عددیه که لوگاریتم در پایه اون عدد خاصه و هیچ عددی جز 2.71828 فلان نمیشه، باید حتما این باشه. مثلا چون که قبلش اون حد رو حساب کردیم اگه حد نبود خب آره در حقیقت این جی رو ما خیلی خاص تعریف کردیم، به عنوان حد تعریفش کرده بودیم. درست، خیلی ممنون. بله خب حد LN X رو تعریف میکنید. در حقیقت این عدد من نفهمیدم این سوالی که دوستمون پرسید چی بود، اگه میشه یه بار دیگه بپرسید من چون مطمئن نیستم خوب سوالو گرفته باشه، یعنی میشه شفاهی بپرسید اگه چه. بفرمایید محسن توسلی. سلام. من زمین که LN X همون لیمیت H بره به سمت صفر X به توان H منهای X بگیه H دیگه. LN X همون بله دقیقا نه آره دیگه LN X دقیقا حد X به توان H منهای یک تقسیم بر H وقتی H به سمت صفر میره. دقیقا اوکی. خب بسیار عالی. خب من اگه سوال دیگه بود دوستان خب بگن دیگه. آها یکی دیگه از دوستان دستش بالاست. بفرمایید. سلام استاد، خسته نباشید. بفرمایید. باشه. الان توی اون قضیه هم که ما اول گفتیم جی ایکس وای بشه جی ایکس به اضافه جی وای، خب حتما یه تابع لوگاریتمیه. یک توی یه پایه یکتاییه دیگه، درسته؟ آره پایه یکتاست. ببین چون تابع لوگاریتم خودش باز نسبت به پایش هم یک نواست، تابع لوگاریتمی یعنی تو عدد مثبت و منفی نسبت به پایش یک نواست. اوکی. به خاطر همین چیز میشه دیگه، یعنی
چیز میشه دیگه، یعنی نمیتونه تو دوتا پای مختلف نه، یعنی یک تا ادغام بودن بشه. عدد ای از اونجا میاد که توی همون آره، تو همون قضیه قضیه یک تاست. بله اصلیمون دقیقا. یه من صداتون از یه جایی به بعد قطع شد، ولی دقیقا اون قضیه خودش یکتایی داره، یعنی در حقیقت این قضیه ای که اینجا نوشته بودیم، این لوگاریتم فقط دقیقا در یه پایه میشه، در دو تا پایه مختلف نمیتونه بشه. بسیار خیلی نکته درستی اشاره کردیم. علی اشراقی بفرمایید. سلام استاد، صدا هست؟ سلام، بفرمایید. استاد یه بار دیگه میشه دلیل یک نواحی اون رو بگید؟ که جی رو که گفتید به همین دلیل ما میتونیم. آره ببین، خب جی چه شکلیه؟ من الان جی رو از محاسبه این حد به دست آوردم دیگه. درست. الان شما از مثلا فرض کنید اچ مثبته، اگه من بذار آ یه عدد بزرگتر از آ بذارم، خود کسر من بزرگتر میشه دیگه، چون منهای یک و اچ که ثابتن، آ به توان اچ بزرگتر میشه دیگه. اگه بی بزرگتر از آ باشه، بی به توان اچ از آ به توان اچ بزرگتره. برای حدش وقتی که اچ به سمت صفر میره، گفتید پیوستگیشم میتونید داری، ولی یک نواییش هم کافیه برای استفاده از اون قضیه، لازم نیست پیوستگی داشته باشه. درست. خیلی ممنون. خواهش می‌کنم. رضا پور ابوطالب بفرمایید. رضا پور ابوطالب، من صداتون رو ندارم. نه، متأسفانه صداتون نیست. ارشیا آبدینی آخرین نفر سوالشو که بعداً باقی سوالا بعداً جواب بدم. ارشیا آبدینی بفرمایید. سلام، صدام هست؟ بله. استاد ما یه فرموله خب اویلر رو داشتیم برای ای به توان آی تتا. ما الان سب کنید اون الان فعلا این دار با هم نگاه نکنید، یه ذره ربطشون پیچیده است، ولی دقیقا این همون ایه و اونم با... خب میخواستم بگم این تتا رو با مثل تتا بر دو کاپی میشه بی شما جواب در بورد دیگه. درسته، ولی خب اون وقتیه که ضریب آی داره. خب همون دیگه اونجوری میشه. نه، این تو عدد حقیقی جوابش الان یک تاست. مرسی. تو عدد مختلط چیز داریم، یعنی دور تناوب دو دقیقا همون دو کاپی پیدا میکنیم، یعنی دو کاپی آی در حقیقت اگه دقیقش رو خواهی بگیم. خب اینم از این. پس دقت کنید که ما یه ذره جلوتر ثابت کرده بودیم که مشتق آب توان ایکس میشه همین جی آ ضرب در آب توان ایکس. پس در حقیقت مشتق آب توان x میشه ln آ ضرب در آب توان x، چون الان دیدیم g خود تابع ln دیگه، و در نتیجه اگه مشتق ای به توان x و خودش رو بخوایم حساب کنیم، خب این میشه ln ای در پایه، یعنی ln ای یا لوگاریتم ای در پایه خود ای که خب یکه. پس مشتق ای به توان x خود ای به توان x میشه. پس ای به توان x یه تابعیه که ازش مشتق بگیریم خودش رو بهمون میده. خب در حقیقت تقریبا تنها توابعی که یعنی مشتقشون میشن خودشون، کابرابر ای به توان ایکس. یه تابعی داشته باشیم که مشتقش بشه خودش، یه عدد ثابتی ضرب در ای به توان ایکس. خب ولی خب این ویژگی الان خیلی صریح داریم میبینیم، و بعضا حالا تو نمادگذاری هم یه موقعی ممکنه خوشحال تر بشیم که ای به توان ایکس رو به عنوان صورت تابعی نمایشش بدیم، و در چنین شرایطی از نمادگذاری ایکس به ایکس استفاده میکنیم. ایکس به ایکس همون ای به توان ایکس، یعنی فرقی نداره، یعنی دقیقا همونه، فقط یه نمادگذاری تابعیه به جای نمادگذاری توانی. خب پس مشتق آب توان x شد ln آ ضرب در آب توان x، و مشتق ای به توان x هم که شد خود ای به توان x. و حالا خب ما میتونیم سعی کنیم یه دو سه تا مشتق با این روش حساب کنیم. در حقیقت اگه من مثلا بیام مشتق رادیکال 1 به علاوه ای به توان 2x رو حساب کنم، دقیقاً کنید که این ترکیب تابع رادیکاله و تابع یک به علاوه ای به توان 2x. برای مشتقش میشه مشتق رادیکال که هست یک تقسیم بر دو رادیکال، که بس میشه یک تقسیم بر دو رادیکال برابر رادیکال یک به علاوه ای به توان 2x ضرب در مشتق یک به علاوه ای به توان 2x. مشتق یک به علاوه ای به توان 2x مشتق یکش که میشه صفر، خود مشتق ای به توان 2x هم دقت کنید که ای به توان 2x ترکیب تابع x و تابع 2x، برای میشه مشتق 2x که میشه 2 ضرب در مشتق x که میشه خود x، پس میشه 2 برابر x به 2x. پس مشتق این توییه میشه 2 برابر ای به توان 2x،
مشتق رادیکال هم که میشه یک تقسیم بر دو رادیکال و این رابطه ای که اینجا هستش به دست میاد. یعنی مشتق در حقیقت رادیکال یک بالا بیوتا دو ایکس میشه ای بتا دو ایکس تقسیم بر رادیکال یک بالا بیوتا دو ایکس. یا میتونیم حتی مشتق های پیچیده تر حساب کنیم یه ذره. مثلا فرض کنید که اف ایکس باشه ای بتا اون ایکس منهای ای بتا اون منفی ایکس تقسیم ای بتا اون ایکس به علاوه ای بتا اون منفی ایکس. خب اگه من بخوام مشتق اینو حساب کنم باید مشتق صورت و ضرب در مخرج کنم منهای مشتق مخرج در صورت تقسیم بر مشتق تقسیم بر مخرج بتوان دو. خب این که مخرج بتوان دو، خود مخرج اینا بتوان دو نوشتم. خب مشتق صورت چی میشه؟ مشتق ای بتوان ایکس که میشه خود ای بتوان ایکس. مشتق ای بتوان منفی ایکس هم که میشه منفی ای بتوان منفی ایکس، چون در حقیقت ای بتوان منفی ایکس ترکیب تابع ای بتوان یه چیزیه و تابع منفی ایکس. تابع منفی ایکس که مشتقش میشه منفی ایکس، تابع ای بتوان چیز هم که مشتقش میشه خود ای بتوان همون چیز، پس میشه منفی ای بتوان منفی ایکس. پس این مشتقش شد منفی شدش ای بتوان ایکس به علاوه ای بتوان منفی ایکس. ضرب در مخرج که اونم خودش هست دوباره ای بتوان ایکس به علاوه ای بتوان منفی ایکس. مشابهن باید بنویسم هستش صورت منهای صورت ضرب در مشتق مخرج که مشتق مخرج هم مشابه هم میشه ای بتوان ایکس منهای ای بتوان منفی ایکس. پس این عبارت اول میشه ای بتوان ایکس به علاوه ای بتوان منفی ایکس به توان دو. این عبارت دوم میشه ای بتوان ایکس منهای ای بتوان منفی ایکس به توان دو. خب توان برسونیم میشه ای بتوان دو ایکس به علاوه دو برابر ای بتوان ایکس ضرب در ای بتوان منفی ایکس که میشه خود دو، چون ای بتوان ایکس ضرب در ای بتوان منفی ایکس یک، به علاوه ای بتوان منفی دو ایکس. این یکی هم بتوان دو میرسونیم یه میشه ای بتوان دو ایکس ای بتوان منفی دو ایکس، این دفعه منهای دو. و اگر این دو تا رابطه را از هم کم کنم ای بتوان دو ایکس ها با هم ساده میشه، ای بتوان منفی دو ایکس هم ساده میشه، تو صورت یه چهار میمونه. برای من میشه چهار تقسیم بر ای بتوان ایکس به علاوه ای بتوان منفی ایکس به توان دو. خب این یه مشاهده ساده و بعدن اینو میبینیم که رفت به توابع حزن‌لولوی و مشتق اونا داره، به خاطر این حساب کردیم. حالا اینو بعدن انشالله توی درس میبینیم. یا اگه به من مثلا میگن مشتق دو به توان ایکس به علاوه سه به توان ایکس کوسینوس ایکس رو حساب کنید، در حقیقت مشتق این چی میشه؟ خب این که جمع دو تا تابع است، پس میشه مشتق اولی به علاوه مشتق دوم. مشتق دو به توان ایکس به علاوه مشتق سه به توان ایکس کوسینوس ایکس، سه به توان ایکس کوسینوس ایکس هم که ضرب دو تا تابع است، پس میشه مشتق سه به توان ایکس ضرب در کوسینوس ایکس به علاوه سه به توان ایکس ضرب در مشتق کوسینوس ایکس. خب دیگه الان اینا دونه دونه تو حساب کنید. مشتق دو به توان ایکس که هست ln دو ضرب در دو به توان ایکس، مشتق سه به توان ایکس هم که هست ln سه ضرب در سه به توان ایکس، مشتق کوسینوس هم که هستش منهای سینوس. پس این میشه مشتق این رابطه ای که میخواستیم حساب کنیم. خیلی ساده. حالا قیافه تابعه یه ذره ترسناکه، ولی مشتقش رو به راحتی میتونیم حساب کنیم. و دقت کنید که ببینید لوگاریتم وارون تابع نماییه دیگه، بنابراین میتونم با فرمول تابع وارون یا حتی با رابطه ای که یکی از دوستان میگن آخری رو توضیح بدید، منظورتون این تیکس از آخری. خب از کوسینوس مشتق گرفتن میشه منهای سینوس سه به توان ایکس هم که خودش مونده دیگه. اگه منظورتون از آخری اینه یا منظورتون چیز دیگه است؟ خط بالاش، خب این خط بالاش که همین فقط مشتق جمع و ضرب بود، یعنی من مشتق این دوتا جمع ها رو نوشتم جمع مشتقا، این تیکه که ضرب بودم نوشتم مشتق اولی ضرب در دومی به علاوه مشتق اولی ضرب در مشتق دوم. این همین باز کردن جمع و ضربی بود دیگه. بعد دیگه دونه دونه مشتق گرفتم دیگه. اوکی بسیاره. خب ببینید بچه ها، ما مشتق ای به توان ایکس یعنی مشتق آ به توان ایکس رو کلن حساب کردیم دیگه، شد ln آ ضرب در آ به توان ایکس. پس اگر من با هر تابع لوگاریتمی هم سر و کار داشته باشم میتونم مشتقش رو حساب کنم، به خاطر اینکه در حقیقت لوگاریتم وارون تابع نماییه و خب من وارونه تابع بلدم مشتقش رو حساب کنم. در حقیقت ای به توان ln ایکس خود ایکس دیگه، چون ای به توان ایکس و ln ایکس وارون همن، پس ای بتوان ln ایکس میشه خود ایکس. و اگه من از دو طرف مشتق بگیرم
سمت چپ مشتق x که میشه 1، سمت راست میشه مشتق ای به توان یه چیزی که میشه خود ای به توان همون چیز که میشه دوره ای به توان ln x، ضرب در مشتق اون چیز. ببین دقت کنید که این ترکیب تابع x و تابع ln x. خب ترکیب تابع x و ln x مشتقش میشه مشتق x ضرب در مشتق ln. خب مشتق x که میشه خودش، پس میشه خود ای به توان ln x ضرب در مشتق ln x. خب ای به توان ln x که خودش میشه x، پس در حقیقت چی شد؟ شد یک مساوی x ضرب در مشتق ln x، پس ln x مشتقش میشه یک x. ببینید الان این ای به توان ln x ترکیب تابع x و ln دیگه، پس اگه ازش من مشتق بگیرم باید بنویسم مشتق x ضرب در مشتق ln. مشتق x که میشه خودش، پس من خودشو نوشتم. مشتق ln هم که نوشتم مشتق ln. حالا x که مشتق شد خودش، خب پس باید دوباره ای به توان ln x رو نگاه کنم. ای به توان ln x هم که خود xه، اینو به جاش گذاشتم x. اوکی، پس مشتق ln میشه یک x. در حقیقت بله، دقیقا ما داریم قاعده زنجیره‌ای رو برای تابع نمایی استفاده میکنیم، کاملا حق با دوستتونه. و خب میتونستم هم از قضیه تابع وارون برم، ولی خیلی نکته ای نداشت دیگه، یعنی حالا قضیه تابع وارون هم میومدید همین نتجر میداد. و دقیقا مشابه همین در میاد که مشتق لوگاریتم در پایه آیه ایکس میشه یک تقسیم بر ایکس ضرب در ln a. در حقیقت من از تابع a به توان ایکس مشتق میگرفتم ضرب در ln a میشد، از لوگاریتم در پایه a مشتق میگم تقسیم بر ln a باید بشه، چون باید وارون هم بشه دیگه این دوتا کار. پس این میشه یک تقسیم بر x ln a. اینو میتونید مستقلا از اینم ببینید که لوگاریتم x در پایه a در حقیقت هیچی نیست جز ln x تقسیم بر ln a. ln x که مشتقش میشه یک x، یک تقسیم بر ln a هم که یه عدد ثابته دیگه، از مشتق میاد بیرون خودش عیناً میمونه. اوکی، پس ما الان هم مشتق تابع نمایی رو حساب کردیم، هم مشتق توابع لوگاریتم رو حساب کردیم. و مثلا فرض کنیم من بیام مشتق ln قدر مطلق x رو حساب کنم. اگه بخوام مشتق ln قدر مطلق x رو حساب کنم، دقت کنید که ln صفر تو دامنش نیست، فقط اعداد مثبت میگیره، یعنی دامنه لوگاریتم یا ln فقط اعداد نامنفی بود دیگه، اعداد بخش مثبت بود دیگه، یعنی صفر تو دامنش نیست. پس جاهایی که قدر مطلق x صفر یا منفی بشه تعریف نمیشه، که خب حالا قدر مطلق x که منفی نمیشه، فقط یه جا هست که قدر مطلق x صفر میشه که اون تو دامنه نیست. بنابراین دامنه اصلا تعریف این تابع میشه اعداد ناصفر. اوکی، چون اگه x یه عدد ناصفر باشه قدر مطلق x مثبته و lnش رو من میتونم تعریف کنم. خب پس روی در حقیقت این تابع رو آر منهای صفر تعریف شده. اگر x بزرگتر از صفر باشه ln قدر مطلق x در حقیقت میشه خود مشتق ln x. خب ln x هم که یه لحظه پیش دیدیم مشتقش میشه یک x. اگه x کوچیکتر از صفر باشه مشتق ln قدر مطلق x در حقیقت میشه مشتق ln منفی x، چون قدر مطلق x میشه منفی x دیگه. خب ln منفی x مشتقش چی میشه؟ میشه مشتق منفی x ضرب در مشتق ln دیگه. مشتق منفی x که میشه منفی 1، مشتق ln هم که میشه یک تقسیم بر اون، پس میشه یک تقسیم بر منفی x، که خب این دوتا علامت منفی با هم ساده میشن دوباره میشه یک x. پس در حقیقت چه x مثبت باشه چه x منفی، مشتق ln قدر مطلق x، دقت کنید که قدر مطلق x ها، چون اصلا ln رو عدد نامن رو عدد منفی تعریف نشده، خب مشتق ln قدر مطلق x میشه خود یک x. یکی از دوستان میگه آرومتر بگید که تا بنویسیم چیو بنویسید. خب اینا که خب من خودم نوشتم، بعد هم فایلشو بهتون میدم، هم فیلمش هم که هم دارن ضبط میکنن هم خودم ضبط میکنم دیگه، یعنی واقعا مشکلی نوشتن دارید؟ خب این فایلو من کامل بهتون میدم، اوکیه یا باز آرومتر بگم؟
تو کتابم هست بعد. اوکی. خب من تو حتی میتونم بیام در حقیقت تا بخوایم مرور کنی کلاس بعدی شروع میشه. حالا خب کلاس امروز میدونید بعدا مرور میکنید، مثلا امشب فردا شب شروع مرور میکنید. ببینید اون تیکه منفی رو میگن یه بار دیگه بگید. ببین من مشتق ln منفی x رو که میخوام حساب کنم دقت کنید که ln منفی x میشه ترکیب تابع ln و تابع منفی x. تابع منفی x که مشتقش میشه منفی 1، اینا اینجا نوشتم، یعنی ln o منفی x دیگه. برای من میشه مشتق ln ضرب در مشتق منفی x. مشتق منفی x که میشه منفی 1، مشتق ln هم که میشه 1 تقسیم بر همون چیزی که ازش داریم چیز میشه 1 تقسیم بر منفی x، که منفیاش با هم ساده میشه، میشه 1 x. اوکی. عرض به خدمت شما که حالا میتونم من تابع پیچیده تر هم حساب کنم، مثلا بیام ln قدر مطلق کوسینوس x رو مشتقش حساب کنم. دقت کنید که باز دامنه این جاهاییه که کوسینوس صفر نشه که ln تعریف شه. و خب کوسینوس مثلا تو مضارب فرد پای دوم در حقیقت صفر میشه دیگه. اوکی. یکی از دوستان گفتن که حالا میگم اون صحبتتون، میگم اون دوستی که گفتن جواب من کتاب با هم فرقی نداره. خب اگر که x مضرب فرد پای دوم نباشه، ln قدر مطلق کوسینوس x، خب قدر مطلق کوسینوس x در حقیقت خودش هست ترکیب قدر مطلق و کوسینوس x. خب ببینید اینجوری میتونید ببینید که اینو ببینید ترکیب تابع ln قدر مطلق و کوسینوس x. دقت کنید که من اینجا مشتق تابع ln قدر مطلق رو حساب کردم شد 1x. پس اینو ببینید ترکیب تابع ln قدر مطلق و کوسینوس x. خب ln قدر مطلق که مشتقش میشه 1 تقسیم بر اون، پس میشه 1 تقسیم بر کوسینوس x. کوسینوس x هم که مشتقش میشه منفی سینوس، پس میشه منفی سینوس تقسیم بر کوسینوس که میشه منفی تانژانت. یکی از سوالا میگه از قدر میتونیم بیاریم بیرون؟ ببینید نمیتونیم بیاریم بیرون. نکته این بود که من قبل از این ثابت کنم ln قدر مطلق کلش رو با یه تابع f x رو تعریف کنم. ln قدر مطلق x مشتق f x یک x رو معنا. حالا اگه f x رو تعریف کنید ln قدر مطلق x این میشه f o کوسینوس x دیگه، پس میشه مشتق f ضرب در مشتق کوسینوس. اوکی. پس اینم از این. و من ساعت چنده؟ 2:20. بله بله دقیقا مشتق ترکیب گرفتیم. یکی دو تا مثال دیگه هم حساب کنم، این فقط بخاطر این که با این چیزا دستتون را بیفته برای محاسبه، چیز سختی هم نیستش اینا. مثلا فرض کنیم به من بگن ln x به علاوه رادیکال x دو به علاوه 1 رو حساب کن. خب اگه من بخوام از این مشتق بگیرم، دقت کنید که در حقیقت مثلا فرض کنید به ازای x در حقیقت رادیکال x دو به علاوه 1 همواره از قدر مطلق x بزرگتره. اینو خیلی راحت میتونید نشون بدید. خب بنابراین این همواره یه عدد مثبت اینی که این توه، بنابراین دیگه من قدر مطلق اینا لازم ندارم و ln هم همه جا تعریف شده است، این تابع یعنی همه جا تعریف شده است. خب ln این تابع مشتق ازش بخوام بگیرم میشه مشتق ln که میشه 1 تقسیم بر x به علاوه رادیکال x به علاوه 1 ضرب در مشتق این چیزی که این توه. مشتق چیزی که این توه در حقیقت من الان مشتق x به علاوه رادیکال x به علاوه 1 رو حساب کنم. مشتق xش که میشه 1 به علاوه باید مشتق رادیکال x به علاوه 1ش بکنم دیگه، درسته؟ پس میشه مشتق x در x علاوه رادیکال x علاوه 1 که اینجا نوشتم، اون تیکه xش که آسون بود سریع حساب کردم، اون تیکه رادیکال x علاوه 1 نوشتم مشتق رادیکال x علاوه 1. مشتق ln هم که رو عدد مثبت میشه، یعنی کلا میشه، یعنی رو عدد مثبت میشه 1 تقسیم بر اون که اینم نوشتم 1 تقسیم x علاوه رادیکال x علاوه 1. خب پس فقط من الان باید مشتق رادیکال x علاوه 1 رو حساب کنم. برای محاسبه این، این که مشتق رادیکال x علاوه 1، رادیکال x دو علاوه 1 ترکیب رادیکال و x دو علاوه 1، مشتق x دو علاوه 1 که میشه 2x،
مشتق رادیکال هم که میشه یک تقسیم بر دو رادیکال که اینجا نوشتمش، پس میشه 2x تقسیم بر 2 رادیکال x دو علاوه 1. که خب اینو جمع و جورش بکنیم، این دوتا دو که با هم ساده میشه، این یک هم مخرج مشترک بگیری میشه یک به علاوه رادیکال x دو، یعنی میشه رادیکال x دو به علاوه 1 به علاوه x تقسیم بر رادیکال x دو به علاوه 1. اینجا هم که یه x به علاوه رادیکال x دو به علاوه 1 داریم. خب پس این تیکه اول مخرج مشترک بگیریم میشه x به علاوه رادیکال x دو به علاوه 1 تقسیم بر رادیکال x دو به علاوه 1. این هم که خب عیناً خودشو اینجا نوشتم. خب حالا x به علاوه رادیکال x دو به علاوه 1 با هم ساده میشه، میشه 1 تقسیم بر رادیکال x دو به علاوه 1. پس مشتق رادیکال 1 تقسیم بر رادیکال x دو به علاوه 1 میشه ln، بخش مشتق ln x به علاوه رادیکال x دو به علاوه 1 میشه 1 تقسیم بر رادیکال x دو به علاوه 1. یه چیز دیگه هم بگم که این ویژگی مهمیه و با یکی دو تا مثال از این دیگه درس رو تموم کنم، درس امروز رو. ببینید یه موقعی هست که به ما میگن که مشتق یه تابعی به توان یه تابعی از x رو حساب کنید. خب من اینجا فرم کلیش رو می‌نویسم ولی از هیچکی انتظار ندارم این فرمول رو حفظ باشه. در حقیقت چیزی که مهمه اینه که این ایده رو به دست بیارید که چجوری حلش کنید. خب اگه به من بگم مشتق f به توان g رو حساب کن، کاری که میتونم بکنم اینه که f رو بتونم بنویسمش به صورت e به توان ln f. دقت کنید که اصلا برای تعریف e به f به توان g، برای اینکه بی درد سر تعریف شه، f باید یه مقدار مثبت باشه. اگه مثبت باشه من میتونم ازش ln بگیرم، پس من میتونم f رو بنویسم e به توان ln f. خب وقتی میشه f به توان g، پس میشه e به توان ln f ضرب در g. حالا که قیافش اینجوری شد مشتق گیریش خیلی آسونه. این در حقیقت مشتق تابع x به ترکیبش با یه تابع عجیب غریب. مشتق این چی میشه؟ مشتق این میشه خود x، در حقیقت میشه همین e به توان g x ln f x ضرب در مشتق این تابع عجیب غریبه. اوکی؟ پس مشتق این رابطه میشه خود x ضرب در مشتق این تابع عجیب غریبه. اون تیکه x پش که خب خیلی خوشگله، اصلا این خود همون fx به توان gx دیگه، اصلا من لازم نیست هیچ کارش بکنم. مشتق این تیکه هم که خب این ضرب و ترکیب راحت میتونم حساب کنم دیگه. در حقیقت مشتق gx ضرب در ln fx میشه g پرایم x ln f. مشتق ln f هم که میشه f پرایم تقسیم بر f. پس به یه همچین رابطه ای میرسیم. خب دقت کنید بچه ها، هیچ وقت کسی از شما انتظار نداره که اینو به این صورت حفظ کنید. در حقیقت اصل یعنی گل ایده این تیکه‌ایه که من f x رو نوشتم e به توان ln f x. الان توضیح میدم یه بار دیگه. به من f رو نوشتم e به توان ln f x، بنابراین این رابطه شد ای به توان جی ایکس ضرب در ln اف ایکس. الان که اینطوری نوشتم در حقیقت این ترکیب تابع ایکس پ و تابع جی ایکس ضرب در ln اف ایکس. خب ترکیب دو تا تابع رو من بلدم، میشه مشتق اولی ضرب در مشتق دوم. مشتق ایکس یعنی مشتق ای به توان یه چیزی که میشه ای به توان همون چیز. مشتق اینم که خب نوشتم اینجا مشتق جی ایکس ln اف ایکس. اصلا این خط آخر رو فراموش کنید شما، تا همینجاش اصل ایده رو رسونده. در حقیقت مشتق اف ایکس به توان جی ایکس میشه ای به توان جی ایکس ln اف ایکس یا همون اف به توان جی ضرب در مشتق جی ضرب در ln اف. خب حالا این ای به توان جی ln اف هم که نوشتم اف به توان جی، این مشتق جی ضرب در ln هم نوشتم جی پرایم ضرب در ln، به علاوه جی ضرب در مشتق ln او اف. مشتق ln او اف هم که میشه اف پرایم تقسیم بر اف و به یه همچین رابطه میرسیم. ابوالفضل سبزی‌زاده بفرمایید. سلام استاد، خسته نباشید. سلام، بفرمایید. از دو طرف ln بگیریم بعد جی رو بیاریم پایین؟ نه، چون مشتق مشتقگیری اون وقت با ln معلوم نیست چی کار میکنه. آها
اوکی میگم بین بچه ها این من خودم حداقل این رابطه رو اصلا هیچ وقت حفظ نیستم. کل چیزی که میدونم اینه که وقتی اینو میخوام مشتق بگیرم باید این پایه رو بنویسم ای به توان ال. این کل چیزیه که باید یادتون باشه دیگه، مابقیش با ترکیب تابع به دست میاد. یعنی تو مثال ببینیم خیلی طبیعی تره. مثلا فرض کنید مثال ساده f و g جفتشون x باشه، من میخوام مشتق تابع x به توان x رو حساب کنم. اگه بخوام مشتق x به توان x رو حساب کنم، خب x رو مینویسم e به توان ln x به توان x، خب این میشه مشتق e به توان x ضرب در ln x، خب تابع x که مشتقش میشه خودش رو نوشتم، ضرب در مشتق x ln x. خب من باید مشتق x ln x رو حساب کنم. مشتق x ln x چی میشه؟ میشه از x مشتق بگیرم که میشه 1 ضرب در ln x. یه بار دیگه x رو باید ضرب کنم تو مشتق ln که میشه 1 x، پس میشه x x ای به توان x ln x هم که دوباره خودش رو نوشتم. خب پس این چیزی که این تو دارم میشه 1 به علاوه ln x ضرب در x به توان x. اوکی پس در حقیقت من مشتق x x به توان x میشه 1 به علاوه ln x تقسیم بر 1 به توان 1 به علاوه ln x ضرب در x به توان x. و مثلا یه مثال دیگه بیایم مشتق سینوس تی به توان ln t رو حساب کنیم. در حقیقت این باید جایی تعریف بکنیم که چیز دیگه، در حقیقت سینوس مثبته. خب اگر بخوایم اینو تعریف کنیم، باز دوباره من میتونم بگم این مشتق ln t ضرب در ln سینوس t e به توان ln t ضرب در ln سینوس t. خب از این تیکه، یعنی از x به یه چیز که مشتق بگیرم که میشه خودش، برام سینوس t ln t رو دیگه اینجا نوشتم، ضرب در مشتق این نماه. مشتق نما چی میشه؟ یه بار باید از ln مشتق بگیرم ضرب در ln سینوس کنم که مشتق ln میشه 1 تیوم، میشه 1 تیوم ضرب در ln سینوس تی. یه بارم باید برعکس این کارو کنم، ln رو نگه دارم از ln سینوس تی مشتق بگیرم که ln سینوس تی هم مشتقش میشه کوسینوس تی تقسیم بر سینوس تی ضرب در سینوس تی به توان ln تی. من یکی دو تا مثال دیگه هم دارم که خیلی به نظرم نکته خاصی نداره، یعنی میتونیم چیز کنیم. یکی از دوستان میگن اگه سه تا تابع بود، یعنی f به توان g به توان h، خب اینو میتونیم f به توان g ضرب در h. اگه منظورتون اینه که f به توان g به توان h، باید از این پایینیه ای به توان ln بنویسید، بعد مشتق نما میاد، دوباره مشتق نما هم انگار ضرب دو تا تابع است که یکیش نماییه. اوکی دیگه اون وقت از اون نمایه باید دوباره مشتقش رو بگیرید. اوکی من همینجا متوقف میشم. در حقیقت بذار اینم بگم، این یه چیزی که دو سه بار استفاده کردم، خیلی راحته و خیلی به درد بخور. در حقیقت مشتق ln f به شرطی که f مثبت باشه، خب میشه ln o f دیگه، پس میشه مشتق f ضرب در مشتق ln. خب f پرایم میشه f پرایم مشتق ln هم که میشه 1 f، پس میشه f پرایم تقسیم بر f. اینم از مشتق ln f. من دیگه این درس رو همینجا نگه میدارم، انشالله باقیش باشه برای جلسه یک شنبه. یکی از دوستان میگه نیم ساعتی سرگرم میشه برای محاسبه اون سه تا نمایی. آره درست میگید، یه نیم ساعت سرگرمی داره دقیقا. سلام استاد، بله بله بفرمایید. ببخشید شما فرمودین برای اینکه وقتی سه تا تابع بود از پایین شروع میکنیم میریم به بالا. ببینید اگه ای به توان اف به توان جی، در حقیقت نکتهش اینه که باید اول اف به توان جی رو حساب کنم بعد ای رو به توان، یعنی ببین چی میشه، اسم اف به توان، یعنی اف به توان جی به توان اچ، در حقیقت من باید اف به توان جی به توان اچ رو حساب کنم دیگه. اسم آره جی به توان اچ رو اسمشو بذارید کا، بله مشتق کا رو برید حساب کنید، اون دو تا تابع توان همه دیگه. بله بله درسته. آره همه دیگه. من باید مشتق اف به توان کا رو حساب کنم اول. آره. بعد از اونجا شروع کنیم. آره. ولی اگه بخوای فرمول ln ای بنویسی باید از این ور شروع کنید که باید مشتق اف کا رو حساب کنی که باید بنویسی ای به توان ln اف ضرب در کا و بعدش ادامه بدی. ولی درسته نهایتا باید اون حساب کنیم چون ما نما رو از بالا حساب می‌کنیم. بله بله.
فقط یک سوال دیگه، من در مورد وجود حد جی که در واقع برای همون حدی بود که خب هم تابعی بود که میشد یک لوگاریتم بر پایه عدد نپر، اون در واقع الان تابع وارونش رو اگه بخوایم بنویسیم نمیشه همون لیمیت آ به توان یعنی ای به توان آر آر به ایکس میل کنه؟ ببین میشه وارونش رو حساب کرد ولی بیخیال، یعنی چیز نیستش در حقیقت. خب وارونش بخاطر اینکه این چون لوگاریتم میشه قاعدتا ای به توان، یعنی وارونش میشه ای به توان x دیگه. آره دیگه همه رو گفتم لیمیت آ به توان خب دیگه ای به آره توان ولی خب ای رو هنوز نمیدونیم چیه دیگه، یعنی ما فعلا تو آره همین رو می‌خواستم آره. بگم می‌خواستم بگم ما یک حدهای دیگه‌ای برای محاسبه عدد آره. نپر داریم در با مثلا حساب میشه ثابت کرد همه با هم جواباشون یکیه در آره دقیقاً روابط مختلفی اینا اگه با هم مساوی باشن. بس صداتون بد شد یه لحظه. آره یعنی اینا بعدا میشه ساعتی مساوی، یعنی میگم من یه ذره اینجای درس چیز خوبی نبود، کتابتون یه ذره نامردی میکنه با پاد مشتق و اینا. در حقیقت اصل این بحث رو باید بذاریم موقع انتگرال بگیم، یعنی بعد از انتگرال اون وقت همه چی خیلی ترتمیز این پازل کنار هم چیده میشه. حالا انشالله اونجا راجبش صحبت میکنیم. مرسی ممنون. رضا پور ابوطالب بفرمایید. سلام مشخص صدام هست. بله بله بفرمایید. استاد ببخشید عدد نپر که اومدین گفتین اثباتش کردین که یه عدد یک تایه، از اون قضیه که خودتون گفتین رفتینش. درسته بله. آره جیه. من اینو یه جا دیگه خونده بودم، اینو اون اومده بود با عدد گذاری رفته بود گفته بود آره یه ای. عدد ای رو با چندین روش میشه بهش رسید، همین صحبت کردم با دوست قبلیتون میکردیم. خب مثلا حد یکی به یعنی مثلا یک انوم به توان ان مثلا میشه ای، نمیدونم مثلا چیز کنیم، یعنی چندین جور رابطه است که اینا همه به ای میرسه و همشون هم با هم یکیه. یک به علاوه یه دوم یعنی مثلا علاوه یک ششم علاوه یک 24 هم باز دوباره میشه ای، اینا همه ای ان و با هر کدومشون بریم اینجوری میرسیم. حالا من الان از سر ناچاری اینجوری تعریفش کردم ولی اینا همه با هم یکسانه. یعنی تو امتحان اصلا اگه امتحان اومده بود خواستیم اثبات کنیم اگه عدد عدد گذاری دست... منظورتون چیه؟ ببخشید من معذرت میخوام، ببخشید کتاب اومده من یه جای دیگه مطرحش هم الان هستش، این اومده بود عدد گذاشته بود جای آ. یعنی چی عدد؟ بعد گفته بود اگه من بیام این جی آ رو یک کنم اون موقع مشتق میتونم راحت تر بگم، حالا به ازای چه مقداری از آ این جی آمون شده خب. یک میفهمم. که گفته خب. یه عددی بینید گفته عدد گذاری اومده. حالا سوال اینه که خب چجوری اون آی که جی اون میشه یک رو حساب کرده؟ با همون تابع دیگه. خب آره خب در حقیقت تابع داده عدد داده. نه با عدد گذاری چیز نیست، یعنی این عدد گذاری نیست، این یه زیرابی داره میره صداش در نمیاره. خب بله دیگه منم میدونم جی ای میشه یک، چون میشه ال ان ای در پایه ای دیگه، یعنی اون آی که به ازاش اون حد میشه یک میشه خب خود ای. بله خب این دیگه نامردیه دیگه. آها متوجه شدم. محمد امین حیدری بفرمایید. حسن سلام. بله بله آموش، من یه جایی که شما اومدین اون حد رو حساب کردین لیمیت آ به توان صفر اچ به توان آ به توان صفر بعد به اچ منهای یک تقسیم برای اچ حدش نیست، چرا اومدیم در حقیقت گفتیم همون ال ان یا به عبارتی ای میشه جواب، چرا اومدیم گفتیم ای میشه؟ چی کجا رو میگی؟ من اینجا ای نگفتم، گفتم چه جی آ. اینجایی که قضیه دوم بود هر تا به نه پایین ترش مشتق توابع نمایی گذاره برای هر عدد آ بزرگتر از صفر حد جی آ لیمیتش که آ به توان اچ منهای یک تقسیم برای اچ حد اچ بله به سمت همیشه. صفر بره این میشه خب جی آ شما؟ اینو تعریف کردم این میشه ای. نه من نگفتم این میشه ای، نگی این در حقیقت ال ان آ در پایه یعنی ال ان آ میشه دیگه، یعنی در حقیقت لوگاریتم آ در پایه ای میشه. خب همون در حقیقت اون نقطه‌ای که جی اون میشه یک خود ایه. در حقیقت اگه به جای آ بذارم ای، این میشه ال ان ای که خب میشه یک. خب این چرا اصلا ln یعنی میشه؟ آها یعنی منظورم اینه چرا ln نه من ثابت کردم با این تعریف ثابت کردم که این از این خاصیت های ضرب جمع داره بله
بعد گفتم پس این باید لوگاریتم توی یه پایه‌ای باشه. دقیقاً اسم بزن. اون پایه رو میذارم این. اوکی. چرا؟ یعنی فقط این خاصیت توی لوگاریتم پایه‌ای رخ میده. اصلا یعنی فقط یعنی اگه این حد در حساب کنید دقیقاً میشه لوگاریتم در پایه ای. نه لوگاریتم در پایه دو، نه لوگاریتم در پایه ده، فقط لوگاریتم در پایه ای میتونیم این مقدار بده. یعنی ما اعداد دیگه ای هم که داریم لوگاریتمشون رو حساب میکنیم انگار میاریم تو پایه ای بعدش اون فرایند رو انجام میدیم. نه 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 عدد نفهمیدم منظور چیه. ببین من یعنی این در حقیقت داره میگیم این مساویه با لیمیت آ به توان مال من بچو میشه لیمیت آره آ به توان h منهای 1 تقسیم بر h. در واقع لوگاریتم آ در پایه ای مساوی این لیمیته. بذارید هر آی این برقراره. آ رو بذارید 10 درسته، بذارید 20 درسته، بذارید 18 درسته، بذارید 174 درسته. این همیشه لوگاریتم 13 به توان h منهای لیمیت 13 به توان h منهای 1 تقسیم بر h میشه لوگاریتم 13 ln 13. اوکی. راستش یه جایش هنوز گیفت دارم. کجاشو؟ ببین من فقط گفتم که ببین این جی رو من بذاری هر آی جی رو تعریف کردم دیگه. برای هر آی جی رو تعریف کردیم. بذاری هر آی جی آ رو گفتم میشه از این رابطه حساب کرد. تو به من یه آ بده جی آ میشه این مقدار این حده. خب بذاری هر آ من یه جی که بیشتر جی آ که بیشتر ندارم. بله. خب جی باید یه تابعی باشه دیگه، درسته؟ بر حسب آ. بله. آره. خب و ثابت کردم که این بر حسب آ به صورت لوگاریتم در یه پایه‌ایه، در پایه عددی که من نمیدونم چنده. بله. اسم اون عددی که نمیدونم چنده رو میذارم این. اون عدد عدد دلخواه نیست دیگه، چون باید یه چیزی باشه که لوگاریتم تو اون پایه این حد رو به من بده دیگه. هر عددی که آها و اون عدد دیگه. همیشه ایه. آره همیشه ایه. یعنی آ رو بذارم 10 همیشه، یعنی ایه، اگه بذارم 20 ایه، اگه بذارم 30 ایه، آ رو هر چی بذارم اون همیشه لوگاریتم اون عدد در پایه ای رو بهت میده. ممنونم آقا. محمد جواد نعمتی بفرمایید. سلام آقا. سلام بفرمایید. ممنون. ببخشید گفتید که اگه مثلا شرطش لزوما نباید پیوستگی باشه، همینجا میتونه مثلا یک نوای اینا هم باشه. شرط این قضیه. بله بله. بله. این حالا چجوری میشه مثلا یه لوگاریتم توی پایه داشته باشیم که پیوسته نباشه؟ نه لوگاریتم اینا که پیوستن. من شرط به این قضیه داره میگه که تابعی که این ویژگی رو داره به علاوه یه ویژگی دیگه حتما لوگاریتمه. لوگاریتم که همیشه پیوسته است. خب من به این فرض از فرضام میخوام به لوگاریتم بودن برسم. خب میگم یا باید این فرض پیوسته باشه، یا مثلا یه تابعی که این ویژگی رو داشته باشه و پیوسته باشه، یا این ویژگی رو داشته باشه و صعودی باشه، یا این ویژگی رو داشته باشه و نزولی باشه. خب این و یک کدوم از این ویژگی ها نتیجه میده لوگاریتمه. ولی من در حقیقت میتونم تابعی داشته باشم که این ویژگی رو داشته باشه و مثلا پیوسته هم نباشه، با اون وقت خب تاب لوگاریتم چیزی هم نیست دیگه، چون لوگاریتم پیوسته هست. خب دوستان خسته نباشین، خدا نگهدار.